خب بینندگان گرامی بازگشتیم و پیش از این که ما بریم میان برنامه‌مون رو ببینیم داشتیم در این باره میگفتیم که فریدون مشیری هم یک شعری مشابه همین در اشعارش هست که قرار بود جناب آقای دکتر شهرستانی باز میگردیم اینو برامون بخونن. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. بله من این رو آوردم روی مانیتورم هست، اجازه بدید که از روی این براتون بخونم. میگه گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب مابین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زورآفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک. هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند. هر که در گرگش خورد دائم شکست هر که از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان می نماید گرگ. در جوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر ناتوانی در مسافه گرگ پیر. این که مردم یکدیگر را می‌درند گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. این ستمکاران که با هم همرهند گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب با که باید گفت این حال عجیب. روان فریدون مشیری شاد با این سروده‌ای که پر از دانش برای انسان ها اگر بخوان مسیر انسانیت رو بیاموزن. درسته، دقیقا همینطوره و این نشون میده که خب خیلی از این شعرهای ما چه اندازه نگاه ایرانی داشتن و چه اندازه با اندیشه های نیاکانشون آشنا بودن. بسیاری از شعرهای ما مانند همین فریدون مشیری، مانند سهراب سپهری، شعرهای هستن با نگاه 100% ایرانی، با اون حالت رواداری مداراگر، نگاه به اصطلاح شاعرانه شادزیست و عاشق زندگی که دارن که مختص ایرانیان واقعا بوده در هزاره ها. چقدر المان های ایرانی در اشعار اینها به وضوح به چشم میخوره. یکی دیگه از دستاوردهای به اصطلاح آیین مزدی اسنا به جهانیان همین جشن زادروز تولد بوده آقای دکتر شهرستانی، چون ایرانیان اعتقاد داشتن که فرزندان انسان در واقع کسانی که در خانواده های باورمند مزدی اسنا به دنیا می آیند که اهورامزدا را آفریدگار می دونند در واقع سربازان اهورامزدا هستند که به دنیا می آیند. برای همین هم برای زادروز هر بچه‌ای که به این جهان وارد می شده جشن و سرور برگزار می کردن و سالگرد این زادروز رو هر سال هم باز جشن می گرفتن و این ایرانیان نخستین کسانی هستند در جهان که جشن زادروز رو از آیین مزدی اسنا به جهانیان صادر کردن. غربی ها هرگز همچین چیزی رو نداشتن و ما حتی در کتاب هرودوت میخونیم، هرودوتوس میگه که ایرانیان مثل اینکه خیلی بچه دوست دارن، برای که هر بچه که به دنیا میاد جشن میگیرن، در حالی که ریشه این باور رو نمیدونسته که ایرانیان به این باور هستن که هر فرزند رو باید اومدنش به این جهان جشن گرفته بشه، برای که یار و یاور به اهورامزدا، به یاران اهورامزدا اضافه میشه. یکی دیگه از دستاوردهای باور مزدی اسنا پیمان بوده. ما ایرانیان خیلی اعتقاد داشتیم که پیمان بستن، پیمان رو ما به صورت یک حلقه نشون میدادیم و این حلقه مهری است که افرادی که به هم پیمانی رو میبندن باید دو طرفش رو میگرفتن. برای همین همین وارد میشه به پیمان زناشویی که از پیمانهای دیگه جدا نبوده. هر دو نفری که پیمانی میبستن این حلقه میاد به صورت حلقه ازدواج به انگشت همسران میره. و جالب اینه به خاطر نگاه برابری که نسبت به زن و مرد در آیین مزدی اسنا وجود داشته که در جهان بی سابقه بوده،
هر کسی این پیمان رو میشکسته باید به اون نفر دیگه غرامتی میپرداخته یا پادفره شکست یک پیمان یا یک مهر رو باید پرداخت میکردن. مهریه که تا امروز در فرهنگ ایرانی باقی مونده پادفره پرداخت شکستن یک مهر و پیمان بین دو نفر بوده و اینو هم زن باید به مرد میپرداخته هم مرد به زن، هر آن کسی که این پیمان رو میشکسته. منتها ما متاسفانه پس از ورود آیین وارداتی بالاخره به ایران و مسلمان شدن مردم، اون حالت خرید و فروشی که در آیین اسلام نسبت به خرید زن وجود داشت و می اومدن به اصطلاح یک بهایی میدادن و زن رو خریداری میکردن از خانوادهش و میبردن، این رو به جای اون مهریه جایگزین کردن و نام اون رو گذاشتن مهریه که بهایی پرداخت بشه، زنی خریداری بشه و اون نامش بشه مهریه. در حالی که مهریه از دوران آیین مزدی اصلا در ایران به این صورت هست که هر کس پیمانی رو بشکنه هنگام شکستن چه زن چه مرد باید اون رو پرداخت میکردن. برابر این هم یکی دیگه از جالبه که یافته های در واقع از داده های آیین مزدی اسناس که بعدها این وارد غرب شد و تبدیل شد به المونی. المونی رو ما در غرب میبینیم با همون شیوه آیین مزدی اسنا، زن اگر جدا بشه یا مرد اگر جدا بشه، اون کسی که وضعیت مالی بهتری داره با اون یه نفر دیگه این المونی رو باید پرداخت بکنه یا این غرامت رو پرداخت بکنه. و اینم برای من جالبه برای که خیلی از همیهنان ما الان دیگه اینا رو نمیدونن، یعنی ریشه بسیاری از این آیین یا مراسمی که در ایران مونده متاسفانه فراموش شده توسط مردم درون ایران. یکی دیگه از داده های مزدی اسنا جناب دکتر شهرستانی که الان مسلمانان انجام میدن اینه که ما پس از پایان هر نیایش سرمون رو به سمت راست و چپ برمیگردوندیم و دست میدادیم با دو نفری که در این سو آن سو میشستن. این از دوران آیین مهر در یاران غار به اصطلاح که در محرابه ها در غارها پیرو آیین مهر بودن وجود داشت که پس از پایان نیایش به سمت راست که خورشید از اونجا در می آمد و به سمت چپ که خورشید به آنجا فرو می رفت نگاه می کردن و با یاران غارشون دست مهر می دادن. این امروز در آیین اسلام مونده و ما در نمازهای جماعت می بینیم در مسجدها یا مسجدها پس از پایان نیایش این کار رو انجام می دن. این جالبه جناب شهرستانی که متاسفانه مردم ایران خیلی از قسمت‌های آیین مهر و آیین مزدی اسنا رو وارد کردن به آیین و مراسم اسلامی و امروزه به نام آیین و مراسم اسلامی اینها رو می‌شناسن، درسته؟ بله، اگر به راستی مسلمان‌ها بخوان پیرامون باورهاشون پژوهش بکنن به نظر میرسه که هیچ چیزی رو نمیتونن به عنوان یک دستاورد دینی از رهبران دینی خودشون ارائه بکنن، هیچ چیز مثبتی حداقل، منفی تا دلتون بخواد ممکنه بتونن ارائه بکنن ولی هیچ نقطه مثبتی رو نمیتونن ارائه بکنن. ما حتی در مسائل جامعه مسلمون میبینیم که همونطور که فرمودید شستن دست روی پیش از عبادت که وضو نامیده میشه، ما همون وضو رو در فرهنگ زرتشت داریم، حتی تیممشون رو داریم، حتی نمازهای پنجگانه رو شما میبینید که بر اساس نمازهای پنجگانه زرتشت در واقع پای ریزی کردن با همون شکل با همون گاه ها و با همون زمانهایی که برگزار میشه. یعنی در واقع امروز یک انسان مسلمان شده، چون این باورها باید از درون انسان شکل بگیره و باورش رو باید بتونه بپذیره، اما وقتی به صورت میراثی این میاد باید بگیم انسان مسلمان شده و به صورت میراثی این رو پذیرفته. امروز وقتی میاد ببینه که این وضوعی رو که میگرفته هزاران سال قبل از اسلام بوده، و پس چیز جدیدی نداشته. نمیدونم تیمم اگر میکنه چیز جدیدی نداشته. پنج وعده اگر نماز میگذاره چیز جدیدی نداشته. همه اینها رو شکل مساجد، یعنی این گنبد، بله، گنبد زر، محرابش، گنبدش، نمیدونم، درسته، گنبد زرینی که بعدها وارد آیین مسیحیت و بعد از اون وارد آیین اسلام شد، در واقع از آیین مهر گرفته شد. این گنبد زرینی که بر بالای محرابه ها میگذاشتن، چون محرابه ها تاریک بود و در غارها
نیایش های مهری انجام می شد، می اومدن این گنبد زرین رو در بالای اون سردر نیایشگاه قرار می دادن که نمایانگر خورشید باشه، شعاها و پرتو خورشید باشه، و حتی دو تا گلدسته مساجد یا مسجد هایی که الان می بینید در همه جای دنیا، مساجد به اصطلاح شیعه، دو تا گلدسته داره، دقیقا چون میدونیم که آیین شیعه رو در واقع شاخه شیعه از اسلام رو با تمام آیین های باورهای ایرانی قاطی اون شاخه ای رو جدا کردن ایرانی ها و نام خودشون شیعه گذاشتن، و خیلی کار جالبی هم بود به خاطر اینکه حداقل تمام باورهای ایرانی رو از اسلام سعی کردن وارد بکنن به این آیین. این دو تا گلدسته برای اطلاع همیهنان ممکنه ندونن، در آیین مهر ما داشتیم سمت راست یک گلدسته که آتروپادی که اون بالا بوده یا نگهبان آتش مشعل رو بالا نگه می‌داشته در سمت راست، و در سمت چپ مشعل به سمت پایین بوده. در سمت راست که بالا بوده یعنی شرق رو به سوی شرق که خورشید از اونجا بالا میاد، و در سمت غرب جایی که خورشید به درون پشت کوه به اصطلاح فرو میره و خورشید غروب میکنه، این دوتا گلدسته نماد اون دوتا آتروپاد مشعله به بالا و به پایین بوده، و اون گنبد وسط هم که گنبد مساجد و کلیساها هست در باورهای مذهبی اسلام شما میبینید آتشکده ها گنبد داشتن، اینم باز از همون آیین مهر به مذهبی اسلام و سپس به مذاهب بعدی منتقل شد. اینم باز خیلی جالبه که ببینید چقدر دستاوردهای آیین ها و نگاه ایرانی به جهانیان زیاد بوده. یکی دیگه از نکاتی که بد نیست این اما اینجا ذکر کنیم به عنوان داده های آیین مهر و مزدی اسنا، مهر و سپس مزدی اسنا به در واقع به جهان، همین چلیپا یا چهار آخشیج یا گردونه مهر یا سواستیکا، اینو من با نام های گوناگونش رو به کار میبرم که افراد با همه این نام ها آشنا باشن احتمالا اگر برخیش رو ندونن. این چهار عنصر آب و آتش و خاک و آب بود در واقع همون چیزی شد که سمبل اون صلیبی است که بر سینه میکشن. ما ایرانیان پس از آیین مزدی اسناب در پایان نیایش هامون اهورامزدا رو در بالا، مهر و آناهید رو در اطراف میدونستیم، و این حالتی که به عنوان صلیب میکشن در واقع اون حالت مثلث‌گونه ای بوده که ما از این چهار ایزد در واقع ایزد اصلی که پروردگاره و آیین مهر که پیش از اون بوده و آناهید که خدای آب بوده، در واقع ما اینو به صورت صلیب میکشیم. پس از اون همه مسیحیانی که بر گردن خودشون صلیب دارن فقط زد پایینی که در واقع شاخه پایینشو بیشتر کشیدن، این رو در واقع از باور و آیین مهری دارند و در واقع از آیین بعدش مزه اسنا. این هم نکته جالبی است برای کسانی که اینو نمیدونستن. اگر نکته دیگه شما به نظرتون میرسه از داده های آیین مزدی اسنا، من یه نکتم آقای دکتر قبل از که فراموش کنم اینجا برای بینندگان بگم، شما میدونید که در آیین، شاید بینندگان بدونن که در آیین مهر عدد 3 عدد مقدس بوده. چرا؟ برای که 365 روز سال 365 3 عدد بوده که برای ایرانیان مهری بسیار مقدس و گرامی شمرده میشه. زرتشت سپید ما میاد و این سه رو، عدد سه رو که در باور ایرانیان مهری بوده میگیره و بر مبنای اون اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو بنا میکنه. یعنی ما همه زندگیمون از یک اندیشه شروع میشه، اندیشه ما به گفتار میاد و گفتار ما به کردار میرسه، و اگر همه اینها نیک باشه شما یک زندگی به خوشبختی سرانجام خوشبخت خواهید داشت یا منتهی به خوشبختی خواهید داشت. این از داده های آیین مزدی اسنا به جهانه که اگر همه مردم جهان بر فقط همین سپایه اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک زندگی می کردن، ما هممون در جهان نیازی به هیچ کدوم از این ادیان بعدی هم نداشتیم، برای که همین سه اصله که همه ادیان اومدن که شما رو بهش تشویق و ترغیب در واقع بکنن. درست میگم جناب؟ کاملا درسته. ببینید زرتوش از درون یک جامعه ای برمیخیزه که به مهر و آیین و ادب اون بسیار اهمیت داده میشده. به شونده همین هم ما میبینیم که اون جامعه در پرورش خودش فرهنگ مدار میشه و مسائل آموزش، مسائل مربوط به آموزش و نیایش رو به خوبی ازش آگاه میتونه بشه به دلیل آموزه هایی که داره، و میبینیم تاکید
زرتشت در سروده‌هاش بر وحدت اندیشه است. یعنی به یه شکلی میشه گفت که بیشتر نیاز داره که انسان‌ها وحدت اندیشه داشته باشن، نه فقط با بجا آوردن اعمال بخوان یک آیینی رو در واقع به باور داشته باشن یا به باور برسونن. ما در آیین زرتشت میبینیم، یا بیشتر در گاتها هویداست که زرتشت نظرش به طور کلی با در سروده‌هاش اون چی که بهش اشاره کرده اینه که مردم بتونن آگاهانه موضوعی رو به عنوان باور بپذیرن، نه از روی ترس. هیچ وقت در هیچ گوشه‌ای از سخنان زرتشت ما نمی‌بینیم که ایجاد ترس در دل مردم باشه به خاطر اینکه آفریدگارشون رو ستایش بکنن. ستایش آفریدگارشون در واقع با عشق بوده، ستایش اهورمزدا رو با عشق و با مهر شروع میکنه. شما وقتی که با مهر و با عشق میایید یک باوری رو پایه‌گذاری میکنید و یک باوری رو در واقع بذرش رو مینشانید و عده‌ای رو همونطور که در بخش اول گفتگو بهش اشاره کردیم اونها رو موظف میکنید که اون بذر رو آبیاری بکنن و نگهداری بکنن و پاسداری بکنن، باید نتیجه بسیار خوبی بده و نتیجه‌ای که میده همینه. اون چه که زرتشت به انسان‌ها، به انسان‌های بعد از خودش خواسته بیاموزه، مسائلی نبوده که در واقع از جایی بهش سفارش شده باشه، تمام مسائلی بوده که تونسته با خرد و اندیشه خودش درک بکنه، به نتیجه برسه. ببینید تفاوت علم علوم در واقع صنعت و علوم با علم مذاهبی که ما می‌بینیم در سامی وجود داره در اینه که اونها میگن وقتی ما می‌خوایم یک موضوعی رو بیایم راجبش صحبت بکنیم و باور بکنیم که وجود داره، باید در آزمایشگاه به نتیجه برسونیم و تحقیق بکنیم. وقتی به نتیجه رسیدیم و دیدیم باورش بکنیم و ازش صحبت بکنیم. اما برخلاف اون در علم ادیان سامی میگه باید ندیده رو بپذیری و باور بکنی. بنابراین اون چرا که زرتشت آورده مسائلی بوده که بهش رسیده، اون رو تجزیه تحلیل کرده و با خردش تونسته کاملا اطراف و پیرامون اون رو بررسی بکنه و به دیگران بیاموزه. حالا به همین دلیل شما میبینید که 365 معنا پیدا میکنه، به همین دلیل میبینید که مناره های به اصطلاح مساجدی که امروز اینها دارن معنا داشته، حتی شرق و غربش معنا داشته در اون، حتی گنبدش و حتی نمیدونم روزنش، نمیدونم همه اینا دارای معنا بوده. خب این معنا که اگر تونسته از هزاران سال پیش تا به امروز برای ما بمونه و دیگران در حالا ادیان گوناگون هر یک به شکلی مثل صلیب کشیدن رو که شما بهش اشاره کردید، همه اینها در واقع نشان دهنده اینه که ما میتونیم امروز به همه جهانیان با هر باوری که دارن، چه فلسفی چه مذهبی، میتونیم بگیم که ما کاملا مفتخر هستیم از اینکه در سرزمین ما فرزندی به دنیا اومد که تونست آیینی رو به بشر بیاموزه و معرفی بکنه بدون اینکه از جایی بخواد به او در واقع وحی و سفارش بشه، که این آیین انقدر گسترده بوده که شما همتون تونستید از اون بهره ببرید و از شاخ و برگ های اون بتونید برای خودتون آیین و مذهب درست بکنید. درسته. من جناب شهرستانی اتفاقا در یکی از سخنرانیتون داشتم یه نفر از من پرسید که یکی از بچه‌های درون ایران که نه برای اینکه زرتشت در همه جای گاتها فر ایران رو ستایش کرده، بنابراین این آیین فقط مال ایران و مال نژاد ایرانی. گفتم شما چگونه همچین چیزی رو میگید در حالی که تمام بنیاد یک آیین بر مبنای خرده و خرد نه زمان داره نه مکان و نه متعلق به ملت خاصی است. وقتی که شما در باورهای زرتشت و اندیشه هاش و گفتگوهایی که در واقع داره میکنه با اهورامزدا و پرسش هایی که میکنه
فقط داره درباره هنجار هستی صحبت میکنه، درباره نیک‌اندیشیدن، راستی، راستکرداری، درست زندگی کردن، آبادانی، آزادی گزینش، هر آن چه که در باور زرتشتی شما، در واقع ما بهش میگیم باور زرتشتی، در آیین مذهبی هست، هر آن چه که میبینید خردگراست و ساینتیفیک، یعنی دانشه، پشتش دانشه، پشتش تخیل نیست، پشتش دروغ نیست، پشتش تصورات خرافی نیست، پشتش عجیم عجیلا ترجی نیست، قرار نیست معجزه‌ای بشه، قرار نیست از آسمون یه چیزی بیفته زمین، قرار نیست ما اعصاب نمیدونم ما رو اژدها تبدیل بشه، قرار نیست دریایی که بسته است باز بشه، قرار نیست اتفاقات عجیب و غریب فیلم سینمایی بیفته. ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم با واقعیت‌های علمی و خردمندانه ای که زرتشت داره به اونها، به یکی اونها اشاره میکنه. هنجار هستی که زرتشت دربارش صحبت میکنه کجا فقط متعلق به ملت ایران و متعلق به یک نژاد خاصه. شما درباره هنجار هستی همون چیزهاییست که بعدا شد قوانین شیمی و فیزیک و نمیدونم ستاره شناسی و قوانین طبیعی، ریاضیات، همه چیزهایی که داره جهان رو به حرکت در میاره قوانین طبیعی و دانشه و اون چیزهاییست که هنجارهای هستی می تشکیل میده و خلاف اونها میشه ناهنجاری و اینها همون چیزهایی است که عشا نامیده زرتشت. بنابراین کجای اینا متعلق به ملت خاصه؟ اگر زرتشت در گادها فر ایران رو میستایه، برای که زرتشت ایرانی است. شما می توانید یک زرتشتی باشید در نروژ، نروژی باشید و فر نروژ رو بستایید، اشکالی نداره. بله، این مغایرتی نداره با اینکه شما باورتون زرتشتی و باورمند به آیین مزدی از ما هستید و در برزیل زندگی کنید و فر برزیلی رو بستایید. اما از نظر شخص من، اگه همه مردم جهانم فر ایران رو بستایند، اشکالی نداره، برای که ایران کشوری است که به جهانیان همه چی داده. پایه‌های اندیشه، پایه‌های فلسفه، پایه‌های اختراعات و اکتشافات بسیاری در ایران ماست. اولین پروتز جهان، اولین پروتز چشم جهان، اولین انگشت مصنوعی جهان مثلا توسط ایرانیان، اولین ملتی که در جهان شانت خارجی برای هیدروسفالوس گذاشتن، نام ساینس بوده. ممکن خیلی از شما، خیلی از افرادی که در علوم مختلف تبحر ندارن، اینا رو ندونید، ولی داده‌های ایرانیان به جهانیان انقدر زیاده. ایرانیان اولین کسانی هستن که پست رو در جهان ایجاد کردن. پست همون پشت بوده، پشت به پشت اسب سوار می شدن و می بردن نامه ها و پیام ها و بسته های مهم رو در شاهراه شاهی. شاهراه شاهی نخستین اتوبان جهان بوده، بزرگترین در واقع هایوی جهان بوده، بزرگترین راه به اصطلاح پیش از صاف شده جهان بوده. و شما الان همه اینا رو بخواید نظر بگیرید، حتی اگه همه مردم جهان فر ایران رو بستاین، از نظر شما اشکالی داره؟ این مغایرتی داره با باور به یک آیین جهانی؟ ببینید، معمولا کسانی به این مسائل دامن میزنن و این اندیشه رو در واقع میخوان در جامعه گسترش بدن که خودشون در باورهاشون این گونه مسائل رو دارن و بهش بی‌توجهن. یعنی من میخوام به این دوستی که این موضوع رو مطرح کردن از همین طریق اشاره بکنم که اگر مسلمان هستن برن کتابشون رو باز بکنن، آیه 92 در سوره انعام رو یه بررسی بفرمایند. در اونجا اشاره میکنه به این که ما این کتاب رو فرستادیم برای مردم مکه و ام القرى و حولها، یعنی مکه و اطراف اون، حومه های مکه، در حالی که این کتاب امروز مدعی جهانگستری هست. این کتاب امروز مدعیه که باید سر و سر جهان رو پوشش زیر پوشش خودش قرار بده، اگر هم نمیپذیرن باید به زور و با شکنجه و ستم در واقع این رو بخوان به دیگران بپذیرن. در این حال ما میبینیم که زرتشت این رو نداره، در آینه زرتشت این موضوعی رو نمیگه، از هستی داره صحبت میکنه. وقتی از هستی داره صحبت میکنه، شما نمیتونید این بخش از کره خاکی رو جزء هستی بدونید و بخش دیگرش رو ندونید، این سوی کره رو از هستی بدونید و اون سوی کره رو ندونید. وقتی از هستی داره صحبت میشه، یعنی کل این کره خاکی رو در نظر میگیره. وقتی از بشریت داره صحبت میکنه، کل بشریت رو صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو با ای باورداران من توش نداره، میگه انسان ها. انسان هم مرزی نداره، در همه جای جهان انسان ها شبیه به هم و
در واقع زاده شده هستن از یک مادر و یک پدر و یک عمری میکنن و بعد از اونم تمام میشه. مثل همه زرتشت میتونیم بگیم یکی از اون شخصیت هایی که در تحول فکری و تمدن بشری نقش پیش قدم رو داشته نسبت به همه کسانی که امروزه شاید صاحب به اصطلاح تحولی بشن در جوامع بشری. ما میبینیم که او پیش قدم بوده و در واقع اگر کسی امروز داره کاری رو انجام میده ادامه گام های او رو داره میپیمایه تا بتونه به عنوان یک کسی که یک تز جدیدی میخواد بده مطرح بشه و در شمار کسانی است که در افکار خودش به حقایق و یک رویدادهای طبیعی وابسته دیده میشه. درست. از این جهته که حالا شما میگید که یا اون آقا گفته که فرد ایران رو میستایه، خب ما خودمونم به عنوان یک ایرانی امروز برامون مایه فخر و مباهاته که از درون سخنان زرتشت میتونیم رسایی و ژرف‌اندیشی رو در پیکره او ترسیم کنیم بدون اینکه نیازی به افسانه سازی داشته باشیم، بدون اینکه جستجو کنیم در آثار نمیدونم نشانه های آسمانی تا بتونیم برای اون معجزه چیزی به دست بیاریم. ما میبینیم که کلام او تک به تک و حرف به حرف و کلمه به کلمش خودش معجزه است. زمانی که شما یک سخنی رو از اون میتونید مربوط به هزاران سال پیش از میلاد بیارید مطرح بکنید و اون سخن رو امروز ببینید آیین‌های گوناگون باورهای گوناگون به شکل‌های گوناگون دارن ازش بهره می‌برن، این خودش بزرگترین معجزه است. نه دیگه نیازی بوده که عصا رو مار بکنن، نه نیازی بوده نمیدونم شق القمر بکنن که هر دو اینا ظاهرا نشدنی هم هست، ولی خب چرا دیگه امروز با این همه مشکلاتی که مردم دارن و پیامبری نیاز دارن هیچ معجزه ای انجام نمیشه که کسی بخواد پیامبر جدید بگیره. من فکر میکنم که این پاسخی بتونه باشه برای این دوستمون. خیلی ازتون سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرستانی. ما ادامه این گفتگوهایی درباره آیین زرتشت در واقع آیین مزد یسنا بهتری که اینو بگیم آیین مزد یسنا با شما در میون خواهیم گذاشت تا برنامه آینده همه رو خدا میسپاریم. خدا نگهدار جناب. من هم به درود میگم، سپاسگزارم که من رو دعوت کردید توی برنامه‌تون. خدا نگهدار.